عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز میرسیم به سیزده همین هفته از دوره آموزشی علم داده دیتا ساینس بند فوزونی هستم و این هفته میخوایم راجع به مالتیپل رگرشن یا همون رگرسیون چنگانه صحبت کنیم خب ببینید ابتدا یک چیز کلی بدیم از این که یک خلاصه ای که راجع به اینکه این هفته میخوام راجع به چه مسائلی صحبت کنیم ابتدا یه مروری از هفته گذشته داریم که هفته گذشته خیلی مبحثمون مهم بود یعنی وارد تازه وقت بحث رگرشن میخواستیم بشیم بعد میپردازیم به رگرسیون خطی چنگانه و بحث سوم و معرفی ضریب یا همون آر هست و اجاست دار که این دوتا خیلی برای مقایسه عملکرد مدل ها به ما کمک میکنن بحث چهارم تشخیص کارآمدی یا همون اهمیت یا سیگنیفیکانت بودن کلی مدل با استفاده از آزمون F هست یا همون F تست که این هم یه آیتم خیلی باحاله بین R squared adjusted R squared و F تست اینا مربوط به همون summary table هستن که هفته گذشته بهتون گفتم خیلی مهم هست و باید راجبش صحبت کنیم و ما پس پنجم و آخری که این هفته راجبش صحبت می‌کنیم مفروضات رگرسیون یا همون regression هست که 5 تا فرض هست که قبل از این که شما وارد بشید و بخواید کد بزنید رگرسیونتون رو مدل کنید این 5 تا رو باید بررسی کنید و هر کدوم از این 5 تا نقض بشه شما مدلتون مدل جالبی نخواهد بود خب الان تو این ویدیو اول راجع به دو تا بند اول صحبت خواهیم کرد خب ببینید بحث رگرشن لینیر رگرشن چی بود ما یه سری نقاط داشتیم یه سری مشاهدات داشتیم uh, اینا رو به صورت x1 y1 نوشتم x1 y1 y, x2 y2 و xn yn به مثال uh, اینها xi ها همونطور که تو هفته گذشته دیدیم نمرات SAT یه شخصی باشه و y1 هم میزان معدل کلی اون دانشجو هست که از دانشگاه فارغ تحصیل شده و به دست آورده ما حد زدیم که بین اینها باید یه رابطه وجود داشته باشه بعد اومدیم با توجه به این نقاط یک مدلی به دست آوردیم مدل روی نقاط فیت کردیم و یه بی زیرو و بی وان به دست آوردیم و این مدل خط گفتیم مدل رگشن ما در این حالت به این صورت میشه و پس ما یه سری نقطه داشتیم اومدیم بهترین خطی که یه تقریبی از این نقاط برای ما به دست اومده رو اینجا با رنگ قرمز مشخص کردیم به دست آوردیم خب ببینید این خط ایگرگ هد چه کمکی به ما میکنه این خط ایگرگ هد تقریبا یک میاد چیکار میکنه یه جوری پیش بینی میکنه مثلا شخص y... شخص ان به علاوه یکم اه... یه اومده اس ای تی به دست آورده میخوایم ببینیم این در آینده با کمک این معادله ایگرگ هد میتونیم بیام پیش بینی کنیم که این شخص در آینده نمره جی پی ایش یا اون میانگین نمراتش هم معدرش در دانشگاه چقدر میشه به صورت تقریبی اینو به ما میده که ابزار حالا شاید خیلی, و خیلی دقیق نباشه ولی تا حدود زیادی کمک میکنه به ما خب ببین چه کد هایی رو هفته گذشته تو پایتون استفاده کردیم ما اول نام پای رو پنداس رو وارد کردیم اینا الیاس های مربوطش بودن ان و پی دی و مت پلاتلی پلات رو برای اینکه ما بتونیم این دیتا ستی که کوچیک دیتا کوچیکی داشتی داشتیم و پلاتش کنیم و استس مدل رو وارد کردیم استات مدل به ما یک یه پکیج یه, یه لایبرریه که به ما این امکان رو میده بتونیم اون مدل آماری مدل های آماری مدل آماریمون رو بنویسیم این اساس مدل یه تیبل سامری داره اونش خیلی جالبه یعنی اکثر دیتا ساینتیست ها متفق القول میگن که این اسس مدل اون تست سامری خیلی چیز خیلی به قول خودشون سوفیستیکیتد یا خیلی پیچیده و جالب هست خب بعد سیبور رو ایمپورت میکنیم و بعد از اون سیبورن رو ست میکنیم این ست کردن سیبورن باعث میشه که ما بتونیم نمودار هامون رو بعد از پلات کردن یکم زیباتر خب توی استپ دو یا گام دوم چکار کردیم دیتا ستمون رو لود کردیم با استفاده از همون پنداس اون بخش رید سی اس وی دیتا ستمون رو خوندیم این دیتا ست ها رو توی گیت هاب گذاشت میتونید دانلود کنید بعد یه دیتا دیسکرایب گرفتیم ببینیم چه خبره البته این دیتا دیسکرایب یا و این هد، این دیدن هدش خیلی مهم نیست خب مرحله بعدی مرحله سه چیکار کردیم پیک اپ یعنی متغیرهای مناسب رو انتخاب کردیم جی رو گرفتیم ایگرگ یا همون دیپندنت وریبل یا متغیر وابسته اکس رو گرفتیم اس یا همون متغیر ایندیپندنت یا مستقل بعد ارزم به حضور شما دوباره این اکسپاند هد این هم خیلی نیازی نیست استپ چار چی کار کردیم؟ اومدیم دیتا رو پلات کردیم که ببینیم چه خبره اون دیتا اون به چه صورته استپ پنج اومدیم با استفاده از این اد کانستنت این متود توی استات مدل یه ستون ثابت یک به x1 اضافه کردیم این به چه دلیل این کار کردیم گفتیم اگه این کار نکنیم b0 برای ما فیت نمیشه و به دست نمیاد بعد اومدیم مدلمون رو نوشتیم نوشتیم مدل مصاحب با sm از همون لایبرری ساس مدل به شیوه OLS y, x فیت, فیت کردیم یعنی با دیتا مون اومدیم اون بهترین B0 B1 و B1 رو انتخاب کردیم بعد این مدل سامری رو به دست این مدل سامری همون که چند بار تکرار کردیم همون تیبل سامری این خیلی ریزالت های جالبی داره اینجا این این خوندن این تیبل سامریه باعث میشه که بفهمیم چقدر این مدلی که الان به دست آوردیم چیز جالبیه و استپ 6 پلات یور رگرشن لاین اومدیم تو این استپ چیکار کردیم اومدیم این بار این خط ایگریک هات رو در کنار اون نقاط پلات کردیم و دیدیم که این خطمون چقدر به واقعیت نزدیک است خب حالا میرسیم به اون مقدمات یا اون موارد فاندامنتال های مالتیپل یا اون اصول اولیهش که خیلی مهم است بدونیم خب ببینید اینجا سه تا دو تا در واقع چند آیتم رو به تصویر کشیدیم یکی هاوس پرایس یکی بحث قیمت خونه هست که چند تا فیچر یا چند تا ویژگی میتونن در برآورد یا پیش بینی قیمت های آینده این قیمت خونه دخیل باشن یکی لوکیشن یکی یا هم موقعیت یکی سایز خونه یکی یر یا سال ساخت خونه هست ببین پس الان این اگر بخوایم مدل کنیم این نحوه برآورد قیمت خونه رو ما الان اینجا سه تا فیچر انتخاب کردیم میتونیم اینو بیشترش کنیم میتونیم مثلا یکی دو تاشم حذف کنیم فقط با یه فیچر کار کنیم یا بحث درآمد که به چند این آیتم هایی که میبینید وابسته است مثلا household income و education یعنی همون تحصیلات اینکه استخدام شده طرف کشوری که توی زندگی میکنه و زبانهایی که بلده و این کالا جی پی ای که هفته گذشته صحبت کردیم این جی پی ای مثل همون معدل لیسانس خودمون میشه اس ای تی هم تقریبا میشه مثل رتبه کنکور البته نه دقیقا اون سیستم امریکا با متفاوته مثلا میتونیم برای کالا جی پی ای بیام یه چند تا آیتم دیگه هم بهش اضافه کنیم اینکه طرف درآمدش چقدر متحل یا مجرد و حالا به این مثلا نمره اس ای تیش به چه صورت بوده یه چند تا فیچر دیگه میتونیم بهش اضافه کنیم خب ببینید مالتیپل لینیر رگرشن به چه صورت معادله اینجا برگردیم البته نیازم نبود این معادله سیمپل تو سیمپل ما فقط یه متغیر و یه فیچر داریم معادله رو به صورت b بالا علاوه b1x می‌نویسیم اما توی مالتیپل uh, ما uh, الان اون چیزی که اینجا تو این تصویر میبینین فرض بر این هست که ما کاتا فیچر داریم و باید چیکار کنیم برای این کاتا فیچر بیایم یه سری کانستنت یا اون بی 1 بی 2 تا بی رو به دست بیاریم و همچنین بی 0 که بتونیم یه جورای مدلمون رو فیت کنیم یعنی بهترین خطی که میاد یک حالت برآورد کننده برای این مقدار ایگرگ در آینده حالا یا تو اون جامعه میخوایم به دست بیاریم و اینجا ب... میتونیم با استفاده از این مدل محاسبه کنیم اما به این دقت کنید ببینید میگه after three dimensions there is no visual way to represent data یعنی بعد از بود سوم دیگه ما نمیتونیم چیکار کنیم اینو ویژوالایزش کنیم و اینجا مینویسم براتون تو هم اینجا به ما اگر ما وقتی که یه فیچر داشتیم وقتی که یه فیچر داریم الان اینجا میشه محور ایکس ما یا اون فیچر ایکس رو اینجا بنویسیم این ایگرگ میشه مقادیر ایگرگ رو اینجا بنویسیم یه حالت دو بعدی داریم یعنی الان ما اینجا چی داریم یه سری نقطه داریم ارزم به حضور شما مثلا به این صورت بعد خیلی راحت مثلا میتونیم بیایم اینجا یه لاین بکشیم یه یه خطی رو ترسیم کنیم یه جور اینا پردیکتش کنیم یه, یه پیشبینی یه برابری داشته باشیم ولی الان ببینید همین رو اگر ما یه فیچر دیگه اضافه کنیم بهش چه اتفاقی میفته الان دیگه اینجا کار ما به جایی که دو بعدی باشه الان دیگه چی میشه کار ما کار ما میشه سه بعدی به عنوان مثال این میشه اگرگ،, اگرگ ما دوباره همین محور میشه ایکس حالا میتونیم یکم اینو بنویسیم x1 اینو بنویسیم x2 یعنی دو تا فیچر داریم x1 x2 تو این حالت الان ما اگه بخوام مثلا یه سری نقطه این دیتا ستمون رو اینجا پلات کنیم اون نقاطمون به تو فضا هستن اما به محضی که این دیگه ما چیز داشته باشیم یه فیچر دیگه اضافه کنیم یعنی x رو اضافه کنیم دیگه میریم تو بعد چهارم دیگه اونجا نمیتونیم اینو ویژوالایزش کنیم ببینیمش پس این افتر 3 3 یعنی بعد از بعد سوم کار دیدن دیتا ستمون تقریبا ایمپاسیبل یا غیر ممکن میشه پس ما دیگه اینجا نمیتونیم دل خوش کنیم به اینکه اون ببینیم اون پلات شده دیتا رو از روی اون بیام یه خط بکشیم اما تو این حالت ببین تو این حالت بحث اینه بحث اینه که بیایم بهترین مدل رو به دست بیاریم که یه جورایی فیت بشه برای ما و ارزم به حضور شما خیلی ساده با همون الگوریتم با همون کدی که جلسه گذشته راجع به تو استاتس مدل دیدید از همون استفاده میکنید میایید این مقادیر رو بهش میدید حالا تو اسلاید بعدی کدام بهتون کدش رو هم بهتون معرفی میکنم پس ما وقتی فیچرمون از دو تا بیشتر میشه. دیگه نمیتونیم اون رو تصور کنیم فقط باید این مدلمون رو بنویسیم و به ماشین اعتماد کنیم که بیاد یه برآورد خوبی برای ما به دست بیاره خب ببینید حالا اینجا کودش رو من تو همون مثال جی پی اس ای, ای تی که الان اس ای, ای تی من که این نمره جی پی من علاوه بر اس ای, ای تی بید. الان اینجا این میشه اکس وان من ارزم به حضور شما از بدید این قلم رو سلیکت کنم این میشه X1 من این میشه X2 یعنی فیچر دوم و این میشه X3 یعنی فیچر سوم من حالا البته اینو کلا میاد با X1 نشون میده حالا این خیلی چیز مهمی نیست یعنی این کلا شیوه کد زنیش نوشتنش به این صورت اینجوری نیست که ما اینجا یه X1 داشته باشیم بیایم یه X2 اینجا بنویسیم یه X3 الاخر ما فقط یه اکسپا می نویسیم بعد چیکار می کنیم به جاش میایم اینجا یه لیست یه لیست خیلی ساده تو پایتون می سازیم بعد اون فیچرهامون رو می داخل این لیست خب ارزم بزرگ شما که اینجا پس من برای اون حالت جی پی اومدم به اون دو تا فیچر دیگه یکی فیچر آی که از همون اینکام میاد یا درآمدی که مرج استاتس یا همون ویژگی این که طرف مجرد یا متأهل ببین تو این حالت پس این کدش به این صورت فرمولای یا فرمولش به چه صورت میشه میشه اگریکت مثلا با بی 0 بلا بلا به بی 1 تایمز اس یعنی بی 1 ضرب در اس کپاسیتی علاوه بی تو تایمز آی ان یعنی همون اینکام و بیت بی, بی, بی تری زب داره همون مرج استاتس و این همیشه هم فرمولش که با توجه به این دوتا کود به دست میاد خب یه چیز خی خیلی مهمه این آدم ها دارن میخندن اینه که ببینید ف... میگه که دقت کنید همیشه افزایش ویژگی یا فیچر ها باعث بهبود مدل نمیشه باعث بهبود مدل نمیشه یه چیز هم بهتون اینجا این خارجی ها یه چیزی دارن اینجا بنویسم براتون یه قاعده ای دارن حالا شاید خیلیتون شنیده باشید به اسم قاعده کیس کیس ما میشه بوس ولی در واقع اینجا میشه ارزم موضوع شما منظورشون اینه کی بیت سیمپل استفرت جمله بعدی ولی آی ام سوری من فقط دارم نقل قول میکنم به منظور اینها از این اینه که همیشه اونجوری که ما فکر میکنیم عرضم به حضور شما همیشه اونجوری که ما فکر میکنیم پرفکت بودن یا خوب بودن تو کامپلکسیتی یا پیچیدگی نیست بعضی وقتا سیمپل بودن میشه حرف اول و آخر یعنی تو ما با سادگی میتونیم بهترین ریزالت رو بگیریم تو بحث رگرشن هم به همین صورته فکر نکنید همیشه افزایش فیچرها مثلا بعضی وقت توی سری پروژه هایی یه سری از افراد بحث از یه سری فیچرها میزنن میارن به میون که اصلا تو به ذهنتم نمیرسیده خیلی عجیبه پس اینو دقت کنید همیشه ها این افزایش فیچر را کار نمیکنه بهترین چیز اینه که شما که از قاعده کیس استفاده کنید یعنی ساده ترین چیزهایی که به ذهنتون میریزه رو بریزید رو پیاده کنید کد بزنید بعد برید جلوتر یواش یواش بیاید ابیابی کنید یه جور اه... یه پروسه دیاگنوستیک انجام بدید یعنی ببینید کجا کارتون مشکل داره کجا خوبه کجا بده خب عرضم بزرگ شما که اه... ببندیم پس این شد از قاعده اینکه این قاعده کیست و اینکه دقت کنید که افزایش فیچر ها همیشه خوب نخواهد بود خب تا اول بحث آرسکورد تا اینجا این ویدیو اول رو به اتمام میرسونم تو ویدیو دوم راجبه آرسکورد و اجاستد آرسکورد صحبت خواهیم کرد فعلا خدا نگهدارشون